برو فقط کودرم که اینجاست به به همه چی آرام خیلی خب فیت بسنم فیت تو سایز بچه‌های گلی. خب به نام خدا سلام و همه دوستان عزیز، روز و عصر و ظهر و همه چیز همگی به خیر. خب بچه‌ها یه اوکی به من بدین، صدا تصویر دوستان، صدا تصویر یه اوکی به من بدن. مرسی. بدو 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 میگم اوکی بدین، چند تا بهتر کنین دیگه. چیه بدو الان همه اوکی هم؟ بعدم داریم صدا تصویر، بعدم داریم نداریم. عالی. خب به نام خدا، همایش کنکور 1401 بریم ببینیم یه دانش آموز خوب درست حسابی درس خونه خفن برای اینکه تو کنکور نتیجه فوق‌العاده بگیره باید چیکار کنه. حله؟ بریم ببینیم باید چی کار کنه. خب هست استاد، دم شما گرم. خیلی خب بچه ها چت بازه. خب هر جا سوال داشتی بپرس، من اسلاید به اسلاید استاپ میکنم، چت رو جواب میدم، دوباره شروع میکنم. خوبه؟ چی شو؟ یه بار دیگه فید تو پیج کنیم. اوکی عالی. خیلی خب حالی بریم. خب من باید چند تا نکته بگم جان. قلم بذاریم که دستمون، بله بله رو قلم بذاریم که دستمون میخوره خرابکاری نکنیم. راست میگن دیگه، میگن آقا تو خودت خرابکاری میکنی، بلد نیستی خراب میکنی، و یعنی تخته ما درست حرفا منطقی و متینه و من خرابکاری میکنم تخته خوبه. باش اصولا لوازم خوبه ما باید. خب بریم شروع کنیم. ببینید بچه ها من اول یه نکته بگم، ما امروز قراره چی یاد بگیریم؟ قراره یاد بگیریم که کنکور 1401 چجوری میتونه یک کنکور خوب باشه. کنکور نه ترسناکه، نه خیلی چیز عجیب غریبیه، نه قراره شما خراب، هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفته. خب فقط کنکور یک الزاماتی داره که اگر تو الزاماتش رو رعایت کنی همه چیز عالی پیش میره. من میخوام اون الزامات رو به تو یاد بدم. تو میری الزامات رو تهیه میکنی، میای میشینی سر کلاس و تمام. برو بریم. حله؟ خیلی خوب. برو بریم. شروع کنیم به کار کردن. ببینیم کدوم الزام برای ما در کنکور مهم است. بریم. الزامات یک دانش آموز موفق. یک، برای یک کنکور خوب تو باید یه تصمیم خوب داشته باشی. اونی که داری صدای من رو میشنوی، اگه تو دهمی یا اگه یازدهمی هیچ فرقی نداره، تو باید یک تصمیم خوب داشته باشی. یه تصمیمی که گرفته شده، بهش فکر شده، روشم وایسادی. تصمیم، بگو آقا من میخوام همه موانع رو برطرف کنم، پزشکی قبول شم، مهندسی رده یک قبول شم، حقوق قبول شم، روانشناسی قبول شم، حسابداری قبول شم، هرچی که دلت میخواد. بچه ها سوال میکنن آقا موقع تصمیم من اجازه دارم واقعا بگم پزشکی میخوام؟ اجازه دارم بگم حقوق دانشگاه تهران میخوام که رتبه زیر 50 میخواد؟ اجازه دارم؟ بله بله، به شرطی که تا پایان این کلاس هر چی من میگم یادداشت کنی و بری برام تهیه کنی. اگر تو امروز حرفای منو نوشتی، رفتی تهیه کردی، آوردی، میتونی
هر چی دلت میخواد از کنکور بخوای میشه. حله؟ خب. دو، تلاش. دانش آموز کنکوری، حالا اون که دهمه بگه آقا من دانش آموز کنکوری هم، توی میگه کن. بله بله، اگر سال دهم فکر کردی دانش آموز کنکوری هستی، یازدهم کارت آسون تر میشه، دوازدهم میتره کنی. اونایی که الان یازدهم هم دارن حرف منو میشنون، یعنی دو ما دیگه میشن کنکوری، اونا هنو جلوترن از اونایی که دوازدهم میفهمن. پس همه کنکوری، تلاش. دانش آموز کنکوری تلاش میکن. آقا تلاش یعنی چی؟ بارها تو کلاس و بچه های خودم گفتم بچه ها، یه دانش آموز کنکوری ممکنه مهمونی هم بره، بله، ممکنه ورزش هم بره، خیلی هم عالیه، یکی از راه های رفع استرس تو کلاس ها بهتون یاد خواهند داد، خیلی هم مفیده. حالا صحبت میکنم راجع به ورزش های حوازی و ضربان قلب و فلان و اینا، حالا نمیخوام واردشم، خیلی هم مفیده. ممکنه چه میدونم هزار تا حاشیه های دیگه هم باشه، هیچ ارزشی نداره، ولی 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 اولین کار یک دانش آموز کنکوری درس است. یعنی آقا به تو میگن مثلا چه میدونم فلانی کتایون مثلا اکبر بریم مثلا عروسی دختر خالت، میگه بس برنامه هم نگاه کنم، نگاه میکنی میگه که نه دیگه من الان یه خورده از کار عربی مونده، فردا آزمون دارم. یا ممکنه نگاه کنی بگی نه اوکیه من همه کارامو کردم. یا پس دانش آموز کنکوری همه کاراش در حاشیه درس است. اگر درس مرکز وایساد، اول برداشت و بقیه کارا، حالا بقیه زمان رو بردارن که طبیعتاً هرچی به کنکور نزدیکتر میشیم کوچیکتر میشه این زمان، تو اجازه داری هرچی دلت میخواد در کنکور هدف بذاری و بهش برسی. زمان و شرایط، شرایط رو تو اسلایدهای بعدی واضح میکنم. شرایط یعنی کلاس، یعنی کتاب، یعنی آزمون، یعنی خیلی چیزا. زمان میدونی؟ زمان میدونی یعنی چی؟ یعنی تو باید به موقع شروع کنی. الان 6 خرداده، بچه ها الان کنکور شروع نشده، الان همه پشت خط وایسادیم. اگر من الان بند کفشم و صف ببندم، الان کلاسامو جمع کنم، الان کارامو بکنم، الان آزمونم بدونم چیه، الان بدونم برنامه سال، خیلی جلو. آقا اگه مهر شروع کنم نمیشه؟ چرا؟ بعضی هم مهر شروع میکنن میشه، ولی زجر بیشتری میکشن و نتیجه کمتری میگیرن. آقا اصلا دانش آموز ممکنه یکی بگه دیدین دیگه تو این همایشا میذارن بچه‌ها، یک نفر بود در دی ماه شروع کرد، رتبه 2 کنکور شد. بچه‌ها اولش چی میگن؟ یک نفر بود. یعنی اگه دی شروع کنی خیلی کارت سخت. زمان و شرایط. شرایط یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا امکانات و وضعیت در حد امکان. الان بلند نشی به پدر مادرت بگی شما باید الان نصف خونه رو خالی کنی من میخوام درس بخونم. در حد امکان، در حد امکان. واقعیت اینه بسیاری از بچه‌هایی که در طول این 25 6 سالی که من تا حالا به کنکور تو کنکور بودم، من بچه 10,000 نفر دانش آموز به کنکور فرستادم، شاید برشون خیلی عجیب قریب باشه، 10,000 نفر واقعا نمیشناسمشون، الان دیگه نمیشناسمشون. خیلی هاشون بچه های شهرستان های خیلی کوچیک بود، اصلا من نمیدونستم اینجا کجاست. دانش آموز رتبه کنکور رو برد، داره تو بهترین دانشگاه آمریکا درس میخونه، بهترین رشته رو داره میخونه، باعث افتخار منه. شرایط رو فراهم کرد ولی در حدی که میتونست، یه چیزایی رو هم نمیتونست، نکرد، تلاش بیشتر کرد. این خیلی خیلی میتونه جبران کنه. اونایی که ممکنه یه ذره شرایطتون خانواده سخت‌تر، حالا نمیدونم، اینه
زیاد کن. خب برنامه بچه ها، برنامه خیلی مهمه. آقا برنامه یعنی همین که شما رو کاغذ می نویسی سال بعد تو مشاوره هر هفته برای ما برنامه فردی میدین و همه این کارا رو ما میکنیم. همه این کارا رو ما میکنیم. شما مشاوره ثبت نام میکنی، بچهای پشتیبان هر هفته به تو زنگ میزنن، بهت برنامه فردی میدن، با خود من کلاس داری، همه الزامات رو بهت یاد میدن. همینا برنامه است. آره. ولی برنامه تو هم مهمه. یعنی برنامه تو یعنی چی؟ یعنی تو بدونی آقا من صبح ساعت 6:30 بلند میشم، 7 بلند میشم، 5:30 بلند میشم، نمیدونم حالا برخواه آدم اتفاد بلند میشم، یه صبحانه سبوکی میخورم، سنگینش نکنید خوابتون میکنید، یادتون میدم اینا رو، ولی دارم کوچولو کوچولو میام اونایی که نشستن حال کنن دیگه، یاد بگیرن یه چیزایی، اینا رو انجام میدم، میشینم سر درس، زور میخوابم، من نیم ساعت میخوام، یادتون میدم خواب زور چجوری میخوام، ولی کوچولو بخوام بگم کم بخوابید، کوچیک باشه، مغز متوجه خوابتون نشه، دلایلش رو میگم، پالسای مغزی و الان اینا رو صحبت میکنم، کوچیک میخوام یا نمیخوام، برنامه دارم، شب اینجوریه، عصرم اینجوری، برنامه دارم، برنامه ریز، برنامه مال من، کلش رو تو باید داشته باشی. استمرار، آخ این مهمه، آی این مهمه، آی این مهمه، استمرار. بچه ها یه دونه سنگ بردارین بذارین زیر شیر حمومتون، شیر رو یه قطره باکن، 2 سال بعد سنگ سوراخ شد. استمرار، استمرار. رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود. آقا من فردا بلند شدم، آخو من الان 3 روزه دارم روزی 18 ساعت درس میخونم، 2 روز باید دنیا من 2 روز ویلو هم روز 12 ساعت بخونم کنکوری، با 2 روزی 9 ساعت بخونم، ولی 1 سال بخونم. استمرار، برو استمرار. تصمیمتون، تلاشتون، شرایط و زمانتون و برنامه‌تون رو مستمر اجرا کنید. اگه این استمرار باشد تو نتیجه می‌گیری. اگه استمرار نباشه همه اینا خرابه. علی خیلی خوب. من چند لحظه صبر می‌کنم دوستان اگه سوال دارن بنویسن، نبریم اسلاید بعدی. سوال نگین تشکر میکنه، قربونت نگین جان. که سوال نداره؟ خیلی خوب. حالا تو وسط حرف منم میتونیم بنویسیم، ولی منم چند لحظه ای باییم. آه بریم بعدی. باش چشم، میریم بعدی. قربان شما، قربان شما. چقدر شما گلین بنویسه، خیلی ممنون نفه. مرسی عزیزم. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. بریم. حالا میخوام برم این امکان آسال نیست، باش بریم اینجا اینو توضیح بدیم، اینو بریم. امکاناتی که دانش آموز کنکوری لازم دارد برای اینکه بتونه بهترین نتیجه رو داشته باشه. حرفایی که من برای شما میزنم بچه تبلیغاتی نیست، من نمیگم شما بیا امکاناتش رو مثلا بیا از من بخر، اصلا این موضوع مهم نیست، درست هرکی میخواد بخر، ولی بخر، بگیر، حالا همش هم خریدنی نیست، با ما فراهم کن. یه حرف اینجا بزنم، خیلی ها ممکنه معلم های شما همین جمله رو متاسفانه بعضی ها میگن، پدر مادر ها خیلی میگن، آقا مگه زمان ما یه حرفا بود؟ کنکور زمان شما با کنکور زمان من بچه ها خیلی فرق. من کنکورم همسن و سال کنکور پدر مادرهای شماست، خیلی فرق میکنه. اون کنکور نکته‌ای، اون کنکور 4 تا کنکور بزن برو، اون کنکور چه میدونم 2 تا کتاب بزنی حله، اونا الان نیست. الان کنکوری داستان دیگه است.
ماجرای دیگه است. امکانات بیشتری میخواد. همه قدرتر شدن. تعداد سوالات کنکور افزایش پیدا کرده بچه‌ها. زمان سوالات کم شده. ضرایب وزنی اضافه شده. درس‌های اختصاصی ضرایب وزنی دارن. دیگه اون دوره‌ای نیست که دانش آموز بتونه فقط با عمومی‌ها، عمومی‌ها مهمن ها، ولی فقط با عمومی‌ها بزنه بدره به خلاصه خدافظ. اینجوری نیست. تموم شد. این حرفا تو گوشتون نره ها. یکی بلنشو بیاد بگه من 6 ماه اول سالو درس نخوندم بعدش زدیم آقا خوبم قبول شد. اینجوری نیست ها. خیلی از اینا ببخشید دارن دروغ میگن. خیلی از اینا مال 30 سال پیشن. الان اینجوری نیست. الان معلم کنکوری که سالی یه بار جزوهشو عوض نکنه کلاش پس مرکز شد. اینه. امکانات چیه؟ شما یه امکانات یادگیری میخواین. اینه. کلاس سی دی فلان یادگیری. اینه. حالا ممکنه دانش آموز بگه آقا معلم مدرسه توی درسی خیلی عالیه. میگیم اوکی. دیگه با هم برو. ولی تعارف نکنید. حواستون باشه. کنکور تعارف نداره. اگر تو 3 ماه دیگه بیای به من بگی آقا من معلمم اوکی نیست حالا یه کاریش بکنیم، من کمکت میکنم، ولی کار تو سخت میشه. الان اینو درست کنین. امکاناتتون کامل شه. آقا من کلاسم اوکیه، درس چه میدونم عربیمو میدونم از کجا باید یاد بگیرم، فیزیکمو میدونم از کجا یاد بگیرم، فلسفه منطقمو میدونم از کجا یاد بگیرم، ریاضیمو میدونم از کجا یاد بگیرم، شیمیمو، همه رشته ها رو میتونم. تو میدونم دارم چیکار کنم. اینه. حالا خدا رو شکر، خدا رو خداوند ان شاء الله کرونا رو حفظ کند و به این زودیام نرود که فکرم نمی کنم برود. هست فعلا تشریف دارن، ما هنوز درگیر 19 ایم، اون تا 22 هم رفته. ان شاء الله فکر میکنم ما به 22 برسیم، اون تا 57ش به امید خدا رفته جلو. خدا کرونا رو به نظر من برای بچهای کنکوری حفظ کنه. یعنی بچهای کنکوری احتمالاً باید کرونا رو بسیار دوست داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه کلاس‌های آنلاین در سایه کرونا قوت گرفتن. ایجادشون مال قبل از کرونا است. فکر و ایدهش مال قبل از کرونا بود. ولی قوت گرفتن. کلاس آنلاین بچه‌ها یعنی کلاسی که تو هر جای کشور میتونی از بهترین معلم استفاده کنی. همه معلمایی که شما میشناسین و نمیشناسین و عالین و در تهران یه زمانی درس میدادن و تو ممکن بود اصلا شهرستان تو معلم نیاد، ممکنه تو در تهران باشی ولی اون معلم رو بهش دسترسی نداری، فاصلت زیاده، همه اینا رو آنلاین حل کرده. تو سر بهترین کلاس میری، مثلا الان که داری صدای منو گوش میکنی، تصویر منو میبینی، الان مشکلی شما دارین با این قصه، نشستین تو خونتون، حالا یا گوشی یا کامپیوتر یا لپتاپتون رو باز کردین یا تبلتتون رو باز کردین، تصویر من دارین میبینین، کولر روشنه، آب پرتقال در سمت راست، آب آناناس در سمت چپ، کافه گلاسه در شمال شماست، نمیدونم همه چی خوبه، لنگو انداختی رو لنگ، من اینجا وایسادم، تو که نشستی قشنگ خوش و خرم و من تازه کت شلوار پوشیدم، تو اصلا مثلا اونجا راحت و با تیشرت اونجا نشستی. تموش. کلاس پس با بهترین معلم. به هر معلم میخواین انتخاب میکنید که کلن همه در آنلاین حضور. این است. چی؟ همه درس‌ها رو یعنی. نه میگم الان. ماهی جان الان میگم. شما صبر کن تا من بگم. بچه ها زدن زیر خنده. خب باشه. نه ولی واقعیت دیگه الان در همین حالتین دیگه. چرا میخندی؟ بگو همینه دیگه. الان واقعا در همین حالتین. آره. اینجا من اینجا آبم نمیدم. ولی اون شما آب پرتقالی. خب. اینه. کلاس آنلاین با بهترین معلم شرایط هست. کلاس ضبط میشه. همین ضبط میشه میدونی چه خوبه؟ حالا بگو آقای درویش داری تبلیغ کن. به خدا تبلیغ نمی کنم. دانش آموز آبان میمد میگفت آقا من به شما گفتم کلاس فیزیک نمیخوام. میگفتم که بله گفتی. میگفتش که آقا بوق. الان چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ معلم دو فصل درس دارم. فیزیک باشه یعنی دینامیک و سینماتیک رو درس دارم. ولی تو کلاس آنلاین کلاس رو ضبط کرده. بازم دارم میگم دیر ثبت نام نکنیم چون تو بدون کلاسو ببینی و یه بدبختی هم خود اونه، ولی حداقل کلاسه هست. اصلا کلاسه نبود.
بعد اصلا ما امسال تو برنامه داستانی برای بچهای کنکوری درست کردیم، گوشیم آفلاین، یعنی تو یه بار معلم درس میداد یه بار آفلاینش رو میدید، این خودش کلی آموزشه. خب تو کلاس حضوری که هم چیزی نداریم. بنابراین هر معلمی میخوای کلاس ضبط شده 20 بار میتونی کلاس رو ببینی و همه اینا. میخوام بگم دستتون بازه، نیستش نگین اینجوری امیدنگی میگه منم مثل آب و اینام جلوم نیست. باش اشکال اینجوری ها دستتون بازه، برید آزمایش. من این جمله رو بگم اینجا، حالا دیگه ندارید شما جایی نگیم ولی بگینم مهم نیست. من با این مخالف، مگر اینکه کلاس دستتون نمیرسه. معلم بهترین و با وجدان ترین معلم، اصلا من راجع به اینکه معلم میخواد خدای نکرده کم بذاره صحبت نمی کنم، بهترین و با وجدان ترین معلم وقتی فقط به دوربین درس میده، یعنی تو سی دیه و آنلاین نیست و دانش آموز سوال نمیپرسه و حضور نداره، کیفیت درسش میاد پایین. بنابراین اگر امکان کلاس براتون فراهمه، سی دی آموزشی رو من توصیه نمی کنم. اینست من میگم. چون حالا بچه دختر من ماهی سوال کرد که همه درس ها رو باید کلاس ثبت نام کنم. ببین عزیزم، تو باید درس به درس بذاری جلوت. ادبیات، حالا من رشته تو هرچی که هست، ادبیات، معلم مدرسه هم خوبه پس هیچ، عربی نه، فکر میکنم که ممکنه معلمم خیلی عالیه ولی من خیلی ضعیفم توش کلاس میرم، دینی فلان، درس به درس. نه من نمیگم سری بودو هرچی ثبت نام کنید، به خانوادتون فشار نگیرید، به خانوادهاتون فشار نگیرید. من سالها تو شهرستانهای مختلفی همایش رفتم، دو سه تا شهرستان، شهرستانم که کار کردم مستقیم. اوریا میان میگن آقا تو هر چقدر میخوای پول خرج کن، ما بچه‌مونه، ولی شما رعایت بکنین اون چه لازمه. رعایت هم از این ور هم از اون ور، رعایت کنین که لازمتون رو بخرین که بعد نری بگی من اینو نداشتم خراب شد، حالا یه سال دیگه پشت کنکور بمونم اونو درست کنم، پشت کنکور نمون، همین الان چی میخوای بخرم. رعایت از اون برم بکنین، چیزی که نمیخوای نخرین، درست شد. اینم از این، پس اینم قربان تو مایی جان، اینم از این حله. و و و علاوه بر تمام این صحبت ها، و حواستون به این نکته باشه، خوب انتخاب کنید. اگر به من اعتماد داری، رفتی سرچ اینترنتی کردی، دیدی درویش بالاخره ریش سفید کرده تو این کار، آدمی نیست تبلیغاتی باشه. شما نگاه کنین ببینین من چند تا پوستر و پروژه تبلیغاتی شما از من میبینین که فکر میکنم قدیمی ترین آدم هم دیگه الان در کنکور دیگه. یواش یواش نوبت همه که باربندینم رو جمع کنم برم خونم بخوابم. اگه منو قبول داری، مجموعه ای که اینجا هست و من دبیراشو انتخاب میکنم. آقا یعنی دبیرای بیرون بدن؟ نه، اساتید منن، همکارای منن، دوستای منن، ولی اینجا من نظارتی دارم، میتونم بگم آقا من این دبیر رو انتخاب کردم به نظر من خوبه. خواهی حرفم هم بایستم، دبیر خوب حتما بیرون این مجموعه هست، اما دبیرای ما هم عالیه و کیفیتمون عالیه، مجموعه معلمیه. من به تو ما اطمینان میدم اگه شما من اعتماد. اگر نه تو ممکنه بگی آقای درویش من تو رو هم نمیشناسم، تحقیق کنید کلاس خوب انتخاب کنید. استاد یه چیزی هست، چون صبح که کلن مدرسه هستیم بعد از ظهرم کلاس هست، بعضی کلاس ها چند ساعت هست. مهدی کاظمی داره درست میگه، مهدی کاظمی داره درست میگه، آقا صبح میریم مدرسه هست میریم کلاس، پدرمون در من. ولی دانش آموز کنکوری چاره ای نداره، چاره ای نداره. برید با مدرسه‌تون صحبت کنین، شاید یه خورده باهاتون کنار بیان، کلاستون رو با دقت انتخاب کنین، ممکنه بعضی‌ها رو بتونین ثبت نام نکنین، اینا میتونه بهتون کمک کنه. ولی واقعاً اینو راهی نداره، نه الان که آنلاین را، آنلاین که حالتون خوب شده، تازه روز خوشتونه، دانش آموز حضوری بدبخت که ساعت دو مدرسه تعطیل شد باید تازه مسیرم میومد، حالا تو که باز اونو نداری. میخوام بگم این هست، کاریش نمیشه کرد، درکت میکنم ولی کاری نمیتونم. قربون تو عزیزم، مرسی مرسی، تو خوبی، قربان شما، مرسی 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 مرسی. سرمایه معلم همی شما هایین دیگه، دمتون گرم. بریم آزمون. آزمون بچه، آزمون
بسیار مهمه. خیلی ها به شما میگن حالا آزمون هم ما خودمون میگیریم. بله ما هم میگیریم، ما هم اینجا سیستم آزمون داریم، هزینه هم نداره چون تو مشاوره ثبت نام میکنی، آزمون هم ازت میگیریم و همه اینا. ولی چه ربطی داره؟ آزمونی که من میگیرم 300 تا 400 تا 500 تا 200 تا بسته برشته دانش آموز خودم توش نشستن، آزمونی که فلان کلاس ما میگیره 500 تا دانش آموز توش نشستن. من اینو نمیخوام، من میخوام تو با کل کشور مسابقه بدی. آقا مسابقه بدم که بفهمم رتبه هم چند میشه؟ نه گل من، مسابقه بدی که من بفهمم تو در آزمون استرس میگیری بیام کمکت کنم، بفهمم تو جابجا میزنی بیام کمکت کنم. من میام تو کلاس بچه ها تکنیک های آزمون دادن میگم، تو کجا میخوای اینو استفاده کنی که بیای بگی آقای درویش من اینو نمیتونم انجام بدم؟ فهمیدی چی میگم؟ یعنی تو میگی آقا من که الان دارم میرم کلاس اسکی، واقعا آقای درویش نیازی هست ما چوب اسکی هم تهیه کنیم؟ باره دیگه باید بری اسکی کنی. اینو ببین. پس کسانی که به شما میگن آزمون، متاسفانه همکارای منم میگن آزمونای خود من کافیه. بچه‌ها خواهش میکنم با من این یا با من نیستین آزمون بدین. آزمون ندادن برای شما بدبختی ایجاد خواهد کرد. آقا آزمونای قلمچی میگن شکل کنکور نیست. حالتش هیچ آزمونی شکل کنکور نیست، هیچ آزمونی شکل کنکور نیست، چون طراح آزمون اصلا معلم نیست، طراح کنکور. ولی طراح آزمون معلمه، طراح کنکور معلم نیست، تدریس نمیکنه. پس نگاهش متفاوته، قبول دارم. اما ما برای سوال خوب که الزاماً نمیریم، که سوالش هم بد نیست. معلم هاتون تو کلاس خواهند گفت که این سوالات خوب بود، بچه ها استفاده کنید. تو سوالم غیر استاندارد بود شما حذف میکنی، ولی آزمون میدی، زمان رو تمرین میکنی، حرکت روی آزمون رو تمرین میکنی، تکنیک ضرب در منها رو تکنیک ها رو بهتون یاد میدم، شما چه تمرینش کنید. پس تمرین ببینم شما چی گفتین. آره آره درست میگه آقا، تقلب میشه تراز، درست میگی. اما تراز همه اینا مال نتیجه است، من با نتیجه شما کار ندارم. من مشاور کارنامه تو رو ببینم میفهمم بیلت کجاست، با ترازت کار ندارم. ولی میخوام ببینم تو این سرفصلی که خوندی چند زدی، چند زدی. با تراز نمیگم، با تقلب کار ندارم. بچه من تقلب نمی کنن، بچه من تقلب نمی کنه، چون میدونه من باش اصلا من با اون یقه گیری ندارم. من و تو یه وریم، ما دعوامون با یکی دیگه است. تو الان تقلب کنی تراز واسه من بیاری، اصلا تو قلمچی که ماکسیمومش 8050 تو تراز بر من بیاری 11200، خب چیکار کنم؟ سر کی داری کلام سری؟ بچه من تقلب نمیکنه. هم. خب آها، چه آزمونی بدهیم؟ قربونت محمد جان، چه آزمونی بدهیم؟ من بهتون قلمچی توصیه میکنم. آها یعنی قلمچی از همه بهتره؟ نه، ولی جامعه آماری بیشتره، فشار دو هفته یه بار هم کمک میکنه. گاج دو هفته یه باره، ولی جامعه آماری چند اندازه قلمچی نیست. گزینه دو سوالا خوبه، اگه دستتون رسید بگیرین حل کنید، ولی هفته یه باره. من توصیه‌ام به شما قلمچیه، بهتره، دوست دارمش، خوبه. تا عید، بعد عید ببینیم سنجش. خب مشاوره و پشتیبانی بچه ها، این یعنی برنامه، یعنی تکنیک، یعنی آرامش. این یعنی آقا یه آدمی یه گوشه هست 25 ساله این راه رو هی میره میاد، من اگه گیر کنم میتونم تو کلاس بهش بپرسم آقای درویش من حالم بده، میشه یه ذره کمکم کنی؟ همین. آقا من در مشاوره شما رو صبح از خواب بیدار میکنم. نه من شما بیدار رو جهنم که خوابیده من جهنم. آقا من در مشاوره اصلا شما مشاوره ثبت نام کن دیگه قبولی. نه اینجوری نیست. من
تجربه‌مو میارم، تکنیکاشو به شما یاد میدم و کمکتون میکنم که این مسیر رو راحت بریم. حالا شما اگه بدوی خیلی میرسی، اگه را بری کم میرسی، اگه بخوابی نمیرسی. تمام تمام، بقیش دروغ. بچه هایی که اومدن تو کلاس من شرکت کردن و رتبه زیر ده کنکور شدن، جایزه داریم پیدا بکنیم. من یک دونه شون رو عکس گذاشته باشم تو اینستاگرام بگم سلام علیکم شاگرد من بود. اینستاگرام منم به اسم خودم عمران درویش، برین شخم بزنین پیدا کنین عکسشو. نکرد، برای اینکه اون نت کنکورش مال من نیست. ممکنه یه جایی تو کلاسم گفتم بچه ها فلانی که شروع درود به پنج کنکور این کارو میکرده، اینو گفتم، ولی نه. ثبت نامای پارسال بعضی حضوری بودن، یکی از اولیا آدم گفتش که آقای درویش شما چند تا رتبه خوب داشتین؟ گفتم که من دور مثلا 15 تا 20 رتبه خوب داشتم در طول سال. گفت خیلی خوبه. گفتم توجه کنیم 500 تا دانش آموز داشتم، ولی 470 تا چون رتبه خوب نشد. واقعیت است همه رتبه خوب شدن. مثلا من چند تا رتبه خوب داریم مگه؟ من قلمچی هم بردارم بیلبورد بزنم تمام رتبه های زیر ده کنکور در قلمچی آسمون میدن. خب تمام رتبه های 150,000 کنکور در قلمچی آسمون میدن، ویژگی خاصی ایجاد نمی. مثلا میشه که بگیم تمام رتبه های زیر ده کنکور دماغ دارند، پس ما هم چون دماغ داریم این مسئله مون حل. خب بقیه هم دماغ دارن. خب شما وقتی میخوای یک ویژگی رو برای کسی بتراشی، این ویژگی رو باید اون داشته باشه و بقیه نداشته باشن. اینکه فقط اون داشته باشه که کافی نیست. اما من به شما اطمینان میدم اگر دانش آموزی سر کلاس من نشست، نمیتونه بره جای دیگه یه چیزی پیدا کنه در مورد کنکور که من بهش نگفته باشم. من کار خودم انجام دادم. اینه در کلاسم همینه. آقا من با معلم فلان معلم کلاس رفتم الان زدم 20%. خب چی؟ تو بیار بگو آقا این معلم این فصل درس نداده. این بحث دیگه است. پس اینم آرامش شما که یکی هست جواب سوال منو میده. حالا خواهید دید در کلاس من اینجا میشینم تا شما سوالاتون تموم شه. یعنی دلم می‌خواست تو کلاس 12ام یک شنبه من این هفته بودین، هی میگفتم بچه‌ها سوال نداریم، میگفتن آقا به خدا نداریم برو امتحان داریم. نه بچه‌ها به منم احترام می‌ذارین، شب سفید من نرم اونو نمیرن کلاس. بچه‌ها میشه آقا جان مادر بی برو امتحان داریم. تا اونجا وای میستم. آرامش تکنیکا رو بهتون یاد میدم، برنامه رو تو میدم دیگه. ما صبح کسی بیدار نمیکنیم، خروس نیستیم. آقا ما به خدا خواب میمونیم همش، چیکار کنیم؟ ساعت بذار قربون شکل ماهت برم الهی. یه چیزی اختراع شده به جون تو. من داشتم میومدم بیلبوردش رو دیدم، تا حالا نبود. یه ساعت گردن اکثرا، بعضی هاشون هم مربن، دو تا عقربه دارن، یه کلیدم داره، یه عقربه سومم دارن، یه نوعی که ول میچرخون هیچ، یه عقربه سومی هم دارم مثلا میذاری رو 6. اصلا به طرز عجیبی ساعت 6 شروع می‌کنه به زر صدا کردن، خروس الکترونیکی. بذار بلند شو. یعنی چی خواب میمونم محمد؟ واقعا یعنی چی خواب میمونم؟ زشته این جمله. محمد کجایی؟ محمد اصلا رفت، بچه خواب مون فکر کنم باز. محمد نیستی بابا، در افق محو شدی. خب سوال اینجا گلهای باغ زندگانی من سوال نیست. انقدر میگم سوال میگی نیست، تدیگاش هم تراشیدی. برو اسلاید بعدی. آنچه در کلاس مشاوره خواهیم آموخت. نرگس اومد سوال. استاد ببخشید بخش های حذف شده فیزیک برای کنکور نمیاد. نرگس مال 1400ه، 1401 باید بایستیم اعلام شد عزیزه. آه محمد اومد بهش چشم. باریکلا ساعت میخرم. باریکلا خیلی چیز پدیده جدیدی. آنچه در کلاس مشاوره خواهیم آموخت، بریم. آنچه در کلاس مشاوره خواهیم آموخت. خب بریم، من وقتم تموم نشه. اول روش های صحیح مطالعه بسیار مهمه. انسانی ها یه حجم وحشتناکی شما درس خوندنی دارین، این روش میخواد. تجربی ها شما دوره خیلی دارین، این روش میخواد.
ریاضی ها یادگیری های شما گاهی خیلی سخت میشه. این روش میخواد. روش های مطالعه مثل خلاصه نویسی، مثل جعبه لایتنر، مثل فیش برداری، مثل هایلایت و کلی رو اینیم. روش های صحیح آمادگی برای آزمون خیلی مهمه. آقا من از کجا شروع کنم؟ به کجا برم؟ اول عمومی بخونم یا اختصاصی بخونم؟ چجوری این ترکیب و تنظیم کنم؟ چجوری مرور کنم؟ کی تست بزنم؟ همش میشه روش های آمادگی برای آزمون. یه بخش بزرگی از بعد ما بعد کار ما بچه‌ها بحث تست های آموزشی و آزمونی، تبدیل اینا به هم داستانیه. همه رو ما میگیم. تکنیک های جلسه آزمون، رد شو، برگرد، باکس طلایی، نقره‌ای، برنزی، تاریک، فلان، مهمه. البته من طرح درسش رو به شما میدم که در حدود 40 جلسه چه کاری انشالله انجام خواهید داد، ولی میخوام بگم اینو همه اینا هست. تحلیل آزمون خیلی مهمه. آزمون دادن، چرا من اینقدر میگم آزمون بدیم؟ تو میگی تراز، میگم ترازت خیلی برام مهم نیست. میگی تقلب میشه، میگم بشه. من به اینا کار ندارم. پس آقا به چی کار داری؟ تحلیل آزمون. بهتون یاد میدم چطور میشود آزمون رو تحلیل کرد و ترازوی تعادلی آزمون تکنیک مهمیه. یاد میگیرین اون رو بکشین و متوجه بشین مشکل من در درس ریاضیات گسسته یا هندسه یا فیزیک یا جامعه شناسی یا هر درس دیگه کجاست. اینه فرم تحلیل آزمون. اصلا داریم بهتون میدم تحلیل آزمون. تکنیک های مطالعه درس به درس خیلی مهمه. درس به درس یاد بگیریم آقا فرق ادبیات خوندن با دینی خوندن چیه؟ میشه اینو به ما بگین؟ در اون جلسات معلم رو اضافه میکنیم به کلاس. معلم میهمان کلاس ما میشه، معلم ادبیات میگیم استاد ادبیات به ما کمک کن، میخوایم ادبیات بخونیم. چجوری بخونیم؟ و حال خوب بخشی از کلاس ما کلاس انگیزشه. یه ذره حالمون خوب شه. دلم میخواد کلاس من که حالا امسال یک شنبه ها بود، احتمالا روالمون همین خواهد بود در سال گذشته، سال بعد هم که آخری تایم هم میذارم دیر وقت شب، دلم میخواد با عشق بیاید سر کلاس و وقتی دارید میرید بگید من حالم خوب شد، یه هفته باتریم شارژ شد. بچه ها به من میگفتن گفتن آقا شارژرمون الان بزن به برق. حال خوبه. اینم کلاس مشاوره. درست شد؟ اینجا کسی سوال داره؟ سوال؟ خب حالا چند تا نکته فسقلی میخوام بهتون بگم. چند تا نکته فسقلی میخوام بهتون بگم بچه. یک، من صفحه سفید میتونم داشته باشم؟ دوستان فنی ما، گلهای فنی من، یه صفحه سفید من بده. خیرتون بگرشون خداوند انشاءالله شما را از دهندگان صفحات سفید در بهشت قرار بده. هر دمتون کن. مرسی مرسی مرسی. به 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 بیا سن امکانات. من یه مشکلی دارم. خدا نکنه تو مشکل داشته باشی، بگو سروشا، بگو چه مشکلی داری، بگو بابا، تا من یه به نام خدا رو این تخته می نویسم که مایه تبرک و تیمون همه دوستان گل من بشه. تو بگو، من یه کوچولو اینو کوچیکش کنم. آره شد. بگو مشکلتو سروشا گل من. بنویسم یا صدامو باز میکنیم؟ صداتو باز میکنم. بگو، دستو بالا کن، صداتو باز کنم. الان بهت میگم ماهی
چجوری انتخاب کنی. سروشا دست بلند کن، اون هند رایز رو بزن، صداتو باز کنم. کجا رفتی پر؟ خب بذار من ماهی رو بگم. بین این همه مشاور ما چجوری مشاور خوب انتخاب کنیم؟ ببین، این که من به تو بگم از صحبتهای یه مشاور میتونی بفهمی، نه 100% نیست. ولی این یادت باشه، مشاوری انتخاب کن که تو حست باهاش خوب باشه. یعنی وقتی صحبتشو میشنوی احساس کنی اگه این به من یه چیزی بگه من گوش میدم. مشاوره بچه ها معلمی و تدریس نیست. تدریس که معلم خوب، تو حتی اگه باش حالم نکنی برای تو خوبه، چون میری درستو بخونی. ولی با مشاور تو باید ارتباطت خوب باشه. بیشتر از این نمیتونم بگم. چی بگم؟ بگم من رو انتخاب کن؟ نمیتونم. ولی مشاوری انتخاب کن که حالت باهاش خوب باشه. خب زدی؟ نزدی قربون شکلت. نایمدتون نگاه کن، نایمدتون نوتیفیکیشن من. باید بیا تو نوتیفیکیشن من مسئله تو واسفم. بنویس برام سروشا. بنویس. خب من چند تا نکته بگم. یک کنکور آسان نیست. اول جلسه گفتم هیولا نیست. قرار نیست شما رو تیکه تیکه کنه، قرار نیست شما رو بخوره. ولی کنکور آسان نیست. حواستون باشه. اگر کنکور بچه‌ها بازه، صدا بچه بازه؟ بله. آقای سروش، آقای خانم سروش، من نمیدونم اسمت، خیلی خوشگله، من نمیدونم پسری یا دختری، صدات بازه، قربون شکلت. برو میکروفونتو روشن کن، هندز فری بزن، بتونیم با هم صحبت کنیم. فقط چت بچه‌ها رو به من بده. چشم. دم شما گرد. آقای واعظین هندسه که یکی از بهترین و خفن‌ترین و بی‌نظیرترین دبیران کل کنکور کشوره، انقدر به من لطف داره که کلاس من بلند شده اومده، حرفای منم داره گوش میده، بعد منم چون هیچی بلد نیستم داره من کمکم میکنه. سروشا یه نفس کشیدی فکر کنم وازی. برو آینی باید بزنم آن رایز هند اپروف دیگه. بله اینم اپروف. سروشا داری منو؟ یعنی نداری؟ چرا نداری؟ نجازه آن شما میزنی؟ من زدم نمیاد. هم نداره بنویس. شاید تو هنس فرید وصلی سروشا ممکنه؟ شما بچه ها رو باز میکنیم صداشون رو بدونی گیره اون. آها اومد. فکر کنم بازی سروشا جان. استاد می حرفم و به حرف. الان به حرف. کی گفت نه حرف؟ تو به حرف. خودت صداتو باز کن، بذار رو ماکسیموم، هنس فری بزن، با من صحبت کن. اومدی؟ ای چرا؟ خب من ادامه میدم، هر جا سروشا باز شد بیاد صحبت کن. کنکور آسان نیست بچه ها، هیولا نیست، اما آسون هم نیست. کنکور آسون نیست. از رشته تجربی برم جلو، شانس قبولی یک دانش آموز تجربی در پزشکی دندان‌دارو در سراسر کشور، اگر حتی آزادم بره، بین المللم بره، همه این کارا رو بکنه، میشه 1-2% بستگی به منطقش. 1-2%، این اصلا 100 نفر یک یا 2 نفر، نهایتا 2 نفر. در رشته ریاضی اگه شما درس رشته خوب بخوای، دانشگاه سراسری تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز که بهترین دانشگاه هستن بخوای، میشه از هر 100 نفر نهایتا 6-7 نفر. اینا رو تو کلاس براتون عدد می‌نویسم. در رشته انسانی اگر شما بگی حقوق میخوام، روانشناسی میخوام، حسابداری میخوام و دانشگاه‌های خوب میخوام، دوباره میشه از هر 100 نفر 6-7 نفر.
آسون نیست. پس آسون نگیریمش، آسون نگیریمش، بریم درس بخونیم با جدیت، با امکانات، با تصمیم و با فشار. خیال نکنی اگه اومدی مشاوره پس دیگه مشکلی نداره. دیگه من مشاورم که اومدم، کلاسم که ثبت نام کردم، خب بعد دیگه قبولم دیگه. نه عزیزم، این قدم اول، قدم های بعدی مونده. این یک. دو نکته دوم، دیر نکنید تابستون رو از دست ندین. یازده همو شما ماه دیگه کنکورین، تابستان باید حداقل فصلهای قلدر دهم و یازدهم تمام بشود. عقب بیفتیم میرسیم، اما با بدبخت. دیر نکنید. سه گول نخورید. در کنکور حرف خوشگل خیلی زیاده. گول نخورید. سابقه ای طرف داشته باشه، قدرتی داشته باشه، شاگردشو ببینید، برید سر کلاس کارشو ببینید. همه ی کلاس های آنلاین خدا رو شکر به شما اجازه میدن یک جلسه سر کلاس بشینید و تدریس معلوم ببینید. برید ببینید. گول نخورید. گول نخورید. مراقب باشید. تبلیغات کنکور 10 برابر اصلش. مواظب باشید. 4 سروش را ننوشتی بالاخره. نفهم بیدیم مشکلت چی، حلش کنیم. 4 مسیر کنکور طولانی است. برای این مسیر طولانی سلامت جسم میخوایم، پس مراقب خودتون باشید. دخترها بدغذایی نکنین، دخترها هوای قرص آهنتون رو داشته باشین، کمبود آهن خواب آلودگی میده. پسرها یه مدتی حالا فوتبال با اون جماعت از خودتون محترمتر بازی نکنین، چون کوچه های ایران بیشتر از لیگ انگلیس مصدوم میده تو کشور. نکن. سلامت جسم. اشکال نداره. نمیدونم والا چرا نمیاد صدای تو، چون ما قبلا باز میکردیم. احتمالا یه اشکالی به حال یا در سیستم تو یا در سیستم ما هست. تایپ کن عزیزم، تایپ کن، من میخونم جوابتان میدم. سلامت جسم بچه ها، آرامش. به خودتون الکین آرامی ندید. آرامش. خیلی از بچه ها کنکور رو شروع که میکنن شروع میکنن به مقایسه کردن. خیلی ها میگن آقا پدر مادرامون مقایسه میکنن. باشه، پدر مادراتون کار خوبی نمیکنن. اگه صدای من رو دارن میشنون خواهش میکنم که مقایسه نکنید. ولی ما پدر مادران کاری ندارن. ولی دقیقا تو خودت دیگه لگت به خودت نزن عزیزم. دانش آموز میاد پیش من میشینه میگه آقای درویش اگر من قبول نشم جواب فامیلمونو چی بدم؟ آخه فامیل تو چه ربطی بهشون داره؟ حالا مثلا تو فامیل شما الان همه زیر 10 شدن؟ مقایسه نکنی. آقا من دارم کارم رو انجام میدم، زحمتم رو دارم میکشم، کارم رو میکنم، درسم رو میخونم، صبح زود بلند میشم، شب دیر میخوابم، عید ندارم، تعطیلی ندارم، جمعه ندارم. خب دیگه داری کارتو میکنی، تموم شد. من همیشه بچه‌ها میگم بچه‌ها یه جوری درس بخونین که از جلسه کنکور اومدین بیرون بگین آقا من همه تلاش خودم رو کردم، به خدا دیگه هیچی ندارم که اصلا بذارم. تموم. همین کافی.
نمیگم یه جوری درس بخون زیر 50 شی، نمیگم یه جوری درس بخون زیر 1000 شی، یه جوری درس بخون بدهکار خودت نباشی. دانش آموز انتخاب رشته بود، من میگم آقای درویش من یه سال دیگه بایستم تلاش کنم. پس خودت هم میدونی تلاش نکردی. تلاش کن. آقای درویش من یه سال دیگه بمونم، این دفعه میخوام مشاوره بگیرم. خب بگیر الان. این دفعه میخوام کلاسم برم. الان برو. هر کاری میخوای بکنی الان بکن، تموم کن بره. با خودتون تعارف نکنید و آرامشتون رو حفظ کنید. آرامش. آه جنگ دارم با کتابا که ملکه ذهنم بشه. باشه. من جواب میدم. باشه. آفرین. آفرین. با دیروز خودمون مقایسه کنید. این از خودم بهت گرفتین هر یه سال. با دیروز خودمون مقایسه کنیم. آفرین. این خیلی جمله قشنگی بود. آقا من دیروز اینجا بودم، الان اینجا. اصلا من کاری ندارم این کجاست این کجا. آقا من دیروز زدم 2%، امروز زدم 5%. آفرین. دمت گرم. من بارها دیدم مدارس که کار میکردم سالهای گذشته، بارها دیده بودم همین آقای بازین که اینجا نشسته که بسیار دبیر سختگیری، اونایی که هندسه ریاضی تجربی کلا هندسه در کارشون هست، بیان سر کلاس هندسه رو بگیرن خفن، ولی کلا خیلی به پر و پر بازی نفیچین، این تا زمانی که سوالی هم ندارین جلوش ظاهر نشون تو گوشه باشین و نیاین جلو چون ممکنه بدرتتون، بسیار دبیر سختگیر. ولی به خدا من جدی میگم، مثلا میدیدم میگه مثلا به دانش آموزی و شاگرد مثلا کلی آفرین آفرین، میگه درسش یا آقا 10 میزده الان تمام تمرین رو حل کرده، 50 زده، دمش گرم، کلی از تشکر کردم. ولی دانش آموز دفعه 90 میداده نخوش بیرون. چیه؟ او 60 زدی خب. آقا 60 که از 50 بیشتره. ولی ولی تو از 90 اومدی 60، این از 10 اومده 50. غیر این آقا زحمت کشیده، آقا زحمت کشیده دیگه، این دو دفعه تفترم نشه الان همه تمرین رو حل کرده، رنگ نوشته آورده عشق میکنه. خب دمت گرم دیگه. اینه بنابراین مقایسه نه. نرگس میگه بله بله آه ممکن من یه دیفتی بله آه باش. آفرین. خودتو با خودت مقایسه کن. خب اما بریم سوال این سروش ها رو من جواب بدم، بعد بیام محمد رو بخونم که طولانیه، راه افتاد زبونتون رو. سروش ها میگه آقا من مشکل دارم درس توی ذهنم نمیمونه. سروش ها تکنیک داریم برای این قصه، خودتو درگیر نکن. تکنیکشو مرداد میگم، این تیر که شروع میکنم دو سه تا جلسه دارم بعد مرداد میگم تکنیکشو. تکنیک رو استفاده کن، همچی میره تو مخت نتونی بکشی بیرون. مدل جمع‌بندی ما تو کنکور تایم داره، یعنی بهت میگم که چی کار کن، پس نگرانش نباش. قربون تو استاد. من ریاضی هم معدلم 19.8 همه ریاضی. آقای واعظی میخوام شریف قبول شم، شما هم کمک کنید لطفاً. ریاضیم خوبه، هندسم ضعیفه، بیا شیمیم بد نیست، عمومی هم تعطیلم. معدل چه شو نمیذارم خب. نه نمره‌هاشو میگیره، میگه تستم ضعیفه. محمد نمره‌هاشو میگیره. آره اینکه میگه ضعیفم یعنی 20 میگیره، ولی مثلا تست نمیده بزن. هیچ مشکل نداره. ببین گل من، اصلا معلم کنکور نمیخواد تو تست بلد باشی، میخواد تو درس و بلد باشی، تستو اون یادت میده. تو بیا بگو آقا من 11 تموم کردم 20 شدم، هر چی شما مسئله بدی من حل میکنم، ولی زمان بندی بلد نیستم، نکته ام بلد نیستم. به خدا معلم کنکور میشه رو 100. ولی دانش آموز دو تا کتاب زدم میگه خب حالا اینو حل کن، همین کتاب که زدی یکشو حل کن، نمیتونه. بنابراین تو موفق میشی. خوب درس بخون، شریف قبول شدن چیزی نیستش، چیزی نیستش. هندست هم قوی کن. هندسه رو به نه به خاطر اینکه آقای واعظ اینجا چسته، خودش میدونه. قطعاً سر کلاس های بازین برین ولا غیر. این جمله من رو میتونین در بیارین این صدا رو برین برای هر معلم هندسه میخواد بخونه. قطعاً سر کلاس های بازین برین ولا غیر، ولا غیر. هیچ معلم دیگه ایم نه، همینجا کلاس برتر هم اگه بهتون گفتم به یه معلم دیگه نره، ولا غیر. درس میده، کار میکشه، دعواتون میکنه، ممکنه بزنتتون اگر در حضوری باشین، من نمیدونم. در آنلاین خب این امکان رو نداره، ولی امکانات جدیدی رو جایگزین کرده که به همون اندازه جواب میده. ولی تو میزنی اندازت تو کنگور، نکتش اینه، میزنی اندازت تو کنگور. آره چشم آفرین، یعنی چشم یعنی قبول میشه.
دانش آموز که میگه چشم قبول میشه، دانش آموز که نمیگه چشم قبول نمیشه. به خدا اینجوریه. حالا بگین درویش مثلا میگه هر چی من میگم، آره هم که من میگم دانش. خب بریم بالا، بریم بالا زن. خب سلامت جسم و آرامش، شما سوال کنین من میام. سلامت جسم و آرامش، آرامش رو داشتم میگفتم، آقا مقایسه نمی کنم، وارد حاشیه نمیشم. موبایل دانش آموز کنکوری رو در میاری 17 تا گروه تلگرامی عضوه، 16 تاشون مشاورن، بی خود میکنی گروه عضو میشی، اصلا به تو چه مربوطه؟ هر دفعه سرگیاز آقای درویش راست میگن معدل کنکور قرار 65%. آقا به تو ربطی نداره، اینستاگرام و تلگرام کلاسی برتر رو، تلگرام منم نه، اصلا تلگرام ندارم، من کلا نه، تلگرام کانال تلگرامی کلاسی برتر، اینستاگرام کلاسی برتر رو فالو کنید، اونجا اخبار ما میذاریم. اخباری که ما اونجا نمیذاریم یعنی نیست. تموش، تموش. نه هیچ اتفاق خاصی قراره در معدلا بیفته، نه هیچ اتفاق خاصی قراره در تاثیر معدل بیفته، نه اصلا هیچ اتفاقی در کنکور نمیفته. کنکور همینه، هر خبر عجیب غریبی میشنه بدون فیک. من به تو میگم، من از کنکور نظام قدیم، نه این که شما بهش میگین قدیم، اونی که قدیمی ها بهش میگفتن قدیم، من از اون تو کنکور بودم. تو کنکور هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. خب الان میام، محشید الان میام. خب آرامش داشته باشیم، آرامش رو تموم کنم، حاشیه نریم. الان شما بقال سر کوچه‌تون برین چیپس بخرین، بدون الان شما مثلا دانش آموز کنکوری میگه مثلا تست خوب میزنی، گاج میزنی یا خیلی سبز، آه تو چیپس تو بفروش برادر من. شبکه‌های آموزش تلویزیون نگاه بکنین، الحمدلله رب العالمین، نزدیک کنکور که میشیم شبکه یک اثر دولت بر آموزش، شبکه دو اثر فرهنگ بر آموزش، شبکه سه تاثیر فوتبال در آموزش، شبکه 4 آموزش علمی، شبکه 5 کوف. بابا ول کنیم، حاشیه، حاشیه بریزید دور، اینا رو بریزین دور، بشینین درستون رو بخونیم. تمام. آرامش. بعدی رو بعد جواب محشید میگم. استاد دبیر ریاضی چی؟ کدوم دبیر؟ عرض کردم بچه ها، دبیران کلاسی برتر رو من انتخاب میکنم، در انتخابشون تأثیر دارم، والا هم که من نمیگم، ولی در انتخابشون تأثیر دارم. دونه دونه شون رو میشناسم، بالا پایین میکنیم با تیم خودمون، این بر اونور میکنیم، دبیرای خوبی هم. نمیگم ما فقط خوبیم، ولی ما خوبیم. اگر شما به من اعتماد دارین، من میگم ما خوبیم، دبیرای ما خوبن، میتونین ازشون استفاده کنین، ولی شما میتونین پیش ثبت نام انجام بدیم، یک جلسه رایگان سر کلاس بشینین و انتخاب کنید، بگید آقا من این دبیر رو ممکن نتونم باشه، ولی من به شما میگم دبیرای ما از نظر کیفیت تدریس، از نظر من معلم خوبن، ولی توی دانش آموزم با دونه رو ببینیم. 5 و آخر و آخر و آخر بچه ها، هیچ هدف بزرگ نیست، هیچ هدفی بزرگ نیست، این آدمان که کوچیکن. ما هدف بزرگ نداریم بچه، هدف همه اندازن، آدم ها کوچیکن. سایزتون رو درست کنیم. یه همایشی صحبت میکردم فکر میکنم 2 سال پیش، یه سخنران دیگه همایش آقای احد عظیم‌زاده بود، مولتی میلیارد داره، فرش عظیم‌زاده تبریز، به عنوان کارآفرین جو صحبت میکرد. قبل از اینکه بره بالا، اسمش رو که اعلام کردن، 2-3 نفر جلوی ما میگفتن که الان میخواد بره راجع به کارآفرینی صحبت کنه. ما هم اندازه تو پول داشتیم کارآفرینی میکرد. من احد از میزاده رو میشناسم.
اون رفت بالا و شروع کرد به صحبت کردن. بچه احد عظیم‌زاده در 8 سالگی پدرش رو از دست میده. بچه نانآور خونه. خودش میگه وقتی تو اسکو نزدیک تبریز پشتی کولم میگرفتم تو زمستون میآوردم تبریز، واقعا زورم نمیرسید چون من 8 سالم بود و باید نون خونه رو میدادم چون من بزرگترین بچه بودم. از اونجا اومده تا این جایی که الان هست، یه ملتی میلیاردر کارتل اقتصادی بزرگ. هیچ هدفی بزرگ نیست، آدم ها کوچیکن. آدمی که نمیتونه به خودش سختی بده از علایق کوچک بی ارزش مقطعی مثل موبایل، مثل بازی، مثل بیرون رفتن با دوستان که نرید و نذارید دوستانتونم برن که کنکور دارین، که آقا دوست من زنگ میزنه میگه آقا تو بابا ول کن این همه درسو، گفتم این دوستت نیست این دشمنته، همه با هم درس بخونین همه با هم برین بهترین دانشگاه. نمیتونی از اینا بگذری، تو آدم کوچیکی، اجازه نداری هدف بزرگ داشته باشی، وگرنه این هدفی بزرگ نیست. هیچ هدفی بزرگ نیست. بعضی آدم ها کوچیکن. همین امروز صبح داشتم با یکی از همکارا راجع به دانش آموز مشترکمون صحبت میکردم. پدرش یکی از پزشکان مهم کشور بود که سرطان داشت. فکر میکنم 2 یا 3 ماه مونده بود به کنکور که پدرش از دست داد. شما ببینید چه ضربه‌ای به دانش آموز وارد میشه. بچه دانش آموز پزشکی قبول شد، دانشگاه سراسری شهر تهران. چجوری این اتفاق میفته؟ آدمه بزرگه، هیچ هدفی براش بزرگ نیست. چی میگه؟ میگه من نه آنم که زبونی کشان از چرخ فلک، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. کسی حریف من نمیشه. پس تویی که داری صدای منو میشنوی معدلت بده؟ عرضه داری؟ تا حالا درس نخوندم عرضه داری؟ تا حالا تست نزدم عرضه داری؟ من جواب سوال فقط همینه، بگو آره و بیام. ولی اگه بهت گفتم رو دستات را برو برو، اون وقت میشه، اون وقت همه چی میشه. اون وقت فقط کنکور نیست که میشه، همه چی میشه. اون وقت تو 50 سالگی دستتو میزنی کمرت، میگی من هر کاری بخوام میکنم. ولی بله یادم میاد میگه آقای درویش میدونی من ساعت 8 که بلند میشم، من اینکه خیلی خوابم میاد، بعد باید بخوابم تو بعد زور وقتی غذا میخورم خب معده آدم سنگین میشه. من تو کلاس بچه کنکوری ها میگم کرگدن. اصلا بچه کنکوری آدم نیست، معده آدم سنگین میشه به تو چهار میره. تو کنکور داری، آدم یا کنکور داری یا آدم. خودش در رو میزنه و یکی میگه هیس فکر کن بیا. تو فکر کن خودش میزن خودش به خودش میگه ایس بیا. من چیکار کنم؟ مشاوره بدم؟ هدف گنده بردارین. آقا یک خوبه، یک کنکور خوبه، یک شو، یک شو. ولی بیا به من بگو آقای درویش من این کتابی که شما گفتین بد نیست بزنین همش رو زدم، دومی هم داری؟ یک شو، هر چی دلت میخواد شو، کاغذ رو بردار الان بنویس چی میخوای بزن جلو چشت، همونم بگیر. کار نداری، من قسم میخورم دونه دونه شما میتونین بگیرین، اما بعد نهار معدت سنگین نشود، صبح خوابت نیاید، شب خوابت نه، کلن بودو.
کل آقا آدم استراحت نمیخواد، مگه تو آدمی؟ به تو چرا میتونه؟ اصلا جب آدم صحبت نکن، برو برو. اونایی که میتونن این کارو بکنن برن یک کاغذ آچار بردارن، هر رشته‌ای هر دانشگاهی میخوان بنویسن بزنن به دیوار، من پاشو امضا میکنم. رشته های مورد علاقتون بنویسیم ببینم. بودو هر کی بنویسه چی میخواد. سلام، من انسانیم، فلسفه منطق ضعف دارم، دبیر داریم عالی. نسرین دبیر فلسفه منطق عالی، الان میام رشته هاتون میخونم. دبیر فلسفه منطق درجه 1 داریم، بیا کلاس بردار، بقیه درس ها رو خوبی یه دقتی روش بکن، خوب بودن تو کنکور یه ذره فرق داره، اگه اونجا هم خوبی همون فلسفه منطق تو بردار ولی روش دقت کن. بریم رشته ها رو بخونیم، همه رشته هاشون رو بنویسن. همینو می نویسی امیر روی A4 میزنی جلو چشت میاری. به 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 به، این همه پزشک دندان پزشکی تهران، شهرش هم گفت. این چی بود؟ مهتی نفهمیدم، مهتی قربون شکلت نفهمیدم. من نوشتم رو کاغذ الان. نرگس اصلا کلا یه قدم جلو. کانادا. کانادا ببین، در نسل من کانادا که نوعی نوشابه است، یعنی میخوریمش، ولی در نسل شما میرنش. انشالله به سلامتی، انشالله که بهترین رشته قبول شی بریم دیگه. روانشناسی، به به، تینا سوایلی روانشناسی. این تینا رو میشناسم، دانش آموز درجه 1 فرزانگانی، رتبه دار، گل، خیلی کوله. مهتی هم همینطور، مهتی هم میشناسم. نرگس خیلی هاتون آرده میشناسم، ولی برای اینجوری برو قربون شما گلی تیناتون. خیلی خوب، من حرفام تمام. سوال من برگردم پاورپوینت، یه جمله براتون نوشتم. بگو تو که بلد نیستی برای چی میایی؟ بگو تو که بلد نیستی برای چی میایی تو؟ نه آخه واقعا چرا میایی تو؟ بازم میدونی با این بعد چیکار کنی؟ بخونینش برای خودتون. آن که از شکست هراس داشته باشد، هیچ کاری را شروع نخواهد کرد. باید شکست بخوری، خیلی مهم. حرف آخرم با تونی بود بچه ها، باید شکست بخورید. یکی از ویژگی های آدم موفق اینه وقتی زمین میخوره بچه پر روه، بلند میشه، خودشو میتکونه، میگه خب بریم بقیهش. تو کنکور نمیشه زمین نخورد، اصلا تو کار جدی نمیشه زمین نخورد. اگه تو یه کاری زمین نخوردیم بدونین جدی نیست، یعنی همینجوری رفتی دوپ موفق شدی، بدونین کار چرت پرتیه، ولش کن. کار خوب یعنی باید زمین بخورید، زمین بخورید و بلند شین و پر رو باشین. زمین بخون، نه یا به من بگو آقا خوندم نشد، برو بخون بشه. آن که از شکست هراس داشته باشد، هیچ کاری را شروع نخواهد کرد. خوشحال شدم با تون حرف زدم، دمتون گرم، روز خوش، خداحافظ.